خیلی خوش آمدید استاد، شبتون بخیر. و ممنون، ممنونم که متشکر. ممنون، خواهش میکنم. در کنار ما هستید و خواهش به میکنم. تشریف آوردید. ممنونم. من کامنت ها رو خاموش میکنم و طبق روال از دوستان میخوام که اگر سوال و پرسشی دارن در اون باکس کوئسشن حتما برای من بفرستن تا من بتونم اون رو خدمت استاد مطرح کنم. خب جناب استاد، ما طبق قراری که در جلسه گذشته داشتیم قرار بر این بود بله، که این جلسه رو اختصاص بدیم به پرسش ها و سوالات مخاطبینمون. بله، چند تا سوال رو دوستان کامنت کردن و من یادداشت کردم خدمتتون میگم برای اینکه گفتگومون آغاز بشه، و بعد از این هم دوستان اگر هر کدوم سوالاتی دارن میتونن سوالات خودشون رو حتما توی اون باکس کوئسشن برای من بفرستن و تا من بتونم اونو خدمت استاد مطرح کنم. یکی از سوالاتی که استاد، شما اگر مطلبی دارید برای شروع گفتگو بفرمایید. دوستان عذرخواهی میکنم، اگر مسئله‌ای دارید برای آغاز گفتگو بفرمایید و من بعد سوال‌ها رو خدمتتون مطرح کنم. ببینید، من چند تا نکته اولیه رو میگم که حالا شاید این بیان این نکته های اولیه به بحث کمک بکنه و اینکه بخوان کسانی در زمینه این مسائل نظر بدن، موافق یا مخالف. ببینید، من در بحث های قبلی خودم که اشاره کردم که سه تا نظریه در مسئله تساوی هست، همه کسانی که در دوره معاصر از مفسرین و محققین ما قائل به تساوی منزلت زن و مرد هستند، میگن از نظر خداوند متعال چه در آفرینش و چه در منزلت این مسئله هست. منتها وقتی که این بحث رو مطرح کردن، سه گروه شدن. گروه سوم ما مورد نظر هست که هم از این نظریه دفاع کنیم و هم اینی که پاسخ بدیم به شبهات و اشکالاتی که ممکن است اون نظرات دیگر دادن. نظر سوم اینه که در کلیت حقوق، در کلیت حقوق انسانی، فرقی بین زن و مرد به لحاظ اجتماعی نیست. خیلی دقت کنید از این تعبیرهایی که من میخوام بکنم. یعنی ممکن است همینطوره که ما در جزئیات، مثلا ما آدم ها رو داشته باشیم در احکام متفاوت باشن. مثلا فرض کنید کسی که بیماره با غیر بیماره در باب نمازش، روزش، وضو گرفتنش فرق داشته باشه، ولی این ربطی به اون کلیت حقوق انسانیشون و حقوق شهروندیشون اون نداره. ولی خب ممکنه در مورد زن و مرد هم ممکنه در بعضی از احکام، مثلا فرض کنید احکام مثلا زنانه داریم ما، مثل اون چیزایی که عادات ماهانه دارن، یا فرض کن در رابطه با مسئله تولد، زایمان یا مسائل خاصی رو داشته باشن که تفاوت بین زن و مرد باشه، اما اینا ربطی به مسئله حقوق عامه‌شون نیست. یعنی همون چیزهایی رو که مرد داره از نظر اختیارات و انتخاب، از اون جهت فرقی بین زن و مرد نیست. حالا من دو تا مسئله شو اینجا بخوام اشاره کنم. یکی، اولا از اون چیز حقوق عامه که ما گفته میشه، مسئله حق مالکیت. حق مالکیت فرقی بین زن و مرد نیست. قرآن به صراحت در آیه 7 سوره نساء میگه ولی نساء نصیب ما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کسر ولی النساء نصیبون. میگه زنا هم مثل مردها این چیز رو، این حق رو دارن، به فرقی بین زن و مرد نیست. خب اینجا فقط یه مسئله پیش میاد، اینه که خب ممکنه بگیم فرق نیست، ولی مثلا فرض کنید یه خانمی پزشک با یک مردی هست که کارگره، مالکیته. این معناش این نیست که چون این پزشکی باید مثل همون کارگر باشه، نه این نیست.
یا عکسش مثلا اینجور باشه، یه کسی کار بیشتر میکنه، یکی کار کمتر میکنه. ما از نظر فرصت ها و زمینه های مالکیت فرقی بین زن و مرد نداریم. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. خب بعضی هستن توان بیشتری دارن، فرصت بیشتری دارن، زمینه های کاری دارن، تلاش بیشتری میکنن، اینا هیچ ربطی به اون بحث تساوی حقوق نداره. این واقعیتی هست که خب تو جامعه ممکن است که اتفاق بیفته. پس اولین حرفی که ما در این قسمت داریم این هست که در مالکیت فرقی ندارن. دوم که خیلی اساسی هست مسئله حق حیات. حق حیات، حالا خواهم گفت که در این قسمت چه اثری حق حیات داره. ببینید قرآن کریم در سوره مائده میگه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. یعنی حق حیات رو میگه. اینم وقتی میگه من، تعبیر به من میکنه، کسی میگه، این نمیخواد بگه که زنه یا مرده، قهرن، یعنی همون ارزشی رو که مرد داره زنم داره، همون ارزشی رو که زن داره مردم داره. ما هیچی نمیتونیم از این جهت بگیم که چه در بحث خطایش چه در بحث عمدش فرقی نمیکنه. و همین دلیلم قرآن کریم در بحث قصاص فرق بین زن و مرد نگذاشته، نگفته که مثلا زن با و بله باشه. این بله همینجا میتونم یه سوالی مطرح کنم، ببخشید، چون موضوع تمام کنم اینا. بله. یعنی اینه که قرآن هم وقتی که صحبت از دیه میکنه میگه و دیتون مسلمتون الی اهلها، باز فرقی بین زن و مرد نمیذاره. در بحث قصاص هم فرقی نمیذاره. این توی فقه و بر اساس روایات هست، به الا قرآن کریم در این زمینه فرقی در این جهت نگذاشته است. یه چیز دیگه هم اینم بگم دیگه شما سوالتون بفرمایید، به اون مسئله اصل در تساوی هست. ما وقتی که آیاتی داریم که در آفرینش و در منزلت و در احکام همه مساوی هستند، یعنی شما میبینید وقتی که قرآن صحبت میکنه بعضی نماز رو میکنه، سور روزه صحبت میکنه، حج رو صحبت میکنه، همه احکام رو صحبت میکنه، مالکیت رو صحبت میکنه، فرقی نمیذاره. ما اگر جای شک داشته باشیم که مساوی هست یا نیست، اصل در تساوی هست، مگر اینکه جای دلیل خاصی داشته باشیم که اشاره کردیم فقط این دلیل رو ما به طور خاص در باب ارث داریم و گفتیم که در بحث ارث هم اونجا مسئله چیز دیگه ای هست. اونجا بحث این نیسته که بین زن و مرد در ارث مساوی نیستن، بحث اینه که چون قرآن اونجا یک چیزی رو، دو تا چیزی رو برای زن پیش بینی کرده و کفش رو اضافه کرده، از اون با آمده گفته. ما نباید دستورات دینی رو فقط به صورت منفرد نگاه کنیم، به عنوان یک پکیج و به عنوان یک مجموعه نگاه کنیم. حالا در خدمت هست. خواهش میکنم. ممنونم. در مورد مورد دومی که فرمودید از حق تساوی که بین زن و مرد هست، فرمودید که حق حیات یکسان هست. خب من الان تمام مصادیقی که من میخوام نام ببرم، مثال سوالهایی که من میخوام بپرسم در مورد خب بالاخره فقه هست، چون که اون چیزی که ما خانوم ها مخصوصا با اون سر و کار داریم فقه هست و فقه هست که قانون رو تشکیل میده، یعنی قانون ما از فقه ما گرفته شده. پس اون چیزی که ما باش سر و کار داریم فقه هست. حالا این که فقه ما از روایات گرفته شده یا اینکه از قرآن گرفته شده، این دیگه جدا میشه، یک چیز جدایی هست. من الان در این زمینه میخوام از شما، از خدمت شما سوال بپرسم، که خب سوال بسیاری از مخاطبینمون هم میتونه باشه، حق حیات یکسان بین زن و مرد. خب ما موارد بسیاری داریم توی قانونمون، به اصطلاح اگر از قصاص شما نام بردید، اگر یک خانومی بخواد یک آقایی رو قصاص کنه باید نصف دیه اون رو بده، پرداخت کنه و بعد بتونن اون رو قصاص کنن. این یک مورد. مورد دیگه هست که الان خیلی تو همین فضای مجازی پر شد بر اساس همین ماجرای قتلی که به وجود اومد، این حکمی بود که فکر میکنم آقای صافی گلپایگانی داشتن،
در مورد اینکه اگر مردی ببینه که یعنی مطمئن باشه که خانومش همسرش دچار زنا شده، میتونه اون رو بکشه، به قصد برسونه هم خودش و هم اون مرد رو. خب این با این فرمایش شما که میفرمایید که حق حیات یکسان دارن، این خب تناقض داره و دچار این تناقض میشه. و البته مثال های دیگه هم میشه زد که در مورد همین حق حیات که خیلی تبعیض وجود داره و تناقضاتی وجود داره. این رو میشه بفرمایید که این خب اون چیزی که ما باش سر کار داریم همین هست، یعنی این قانون هست که داره توی زندگی ما جریان داره و ما با اون سر و کار داریم. این رو درست. اگر میشه بفرمایید. ببینید، من یه نکته اولیه از کنم. خب بالاخره یک نگاهی توی فقه سنتی با نگاه فقه نواندیشی دینی وجود داره، این واقعیت هست. شما تنها حالا این دوتا که شما الان میبینید که مثلا شما قبلا در رابطه با مسائل دیه و مثلا در راهنمای رانندگی وقتی مثلا حتی دیه میخواستن بپردازن، اونجا خب بر اساس همین فقه که مثل آقای صافی و امثال اینا داشتن میگفتن دیه زن با نصف دیه مرده. چطور شد که آمد و صحبت کردند و بحث کردند و پیگیری کردند این قانون تغییر پیدا کرد؟ چطوری آمدن این کار رو کردن؟ یعنی نشون میده که یه بحث قانونی داریم ما و یک بحث اینه داریم که ما مبنایی رو داریم که اگر تو این زمینه کار بشه و فرهنگ سازی بشه و نقد و بحث و بررسی بشه، میتونه به اون اصلاح قانون به اصلاح فقه پیش بره. خب ما توی فقه توی این مثلا 40 سال بعد از انقلاب خیلی از چیزایی بوده که مثلا تو فقه ما وجود داشته. حالا مثلا من نمونه شو بگم، مثلا میگفتن آقا شطرنج حرام است مطلقا، ولی امام ما گفت آقا شطرنج، اون شطرنجی که مال قمار هست حرامه، نه شطرنجی که مربوط به بازی فکری هست. و الان این چیزی که تو مسابقات انجام میشه بازی فکریه، نه ربطی به اون نداره، ولی تو فقه ما وجود داشت و عده مخالفت میکردن. تو همین فقه ما وجود داشت. یا مثلا شما نمونه دیگه ای که حالا تو همین سالها حکمش عوض شد در رابطه با مثلا دیه مسلمان با غیر مسلمان بود. خب ما میدونیم که در قانون هست، در فقه هم هست. اصلا در فقه ما اینه که میگه که اصلا دیه مسلمان غیر مسلمان فرق داره. و نواندیشان دینی میگفتن نه آقای فرقی نمیکنه، قرآن هم فرقی نگذاشته. اون چیزی که توی روایات داریم که حالا بعد من به طور خاص راجع به این مسئله نسبت بین روایات و قرآن این بحث رو توضیح بعد خواهم داد، این جهتش هست که بالاخره یکی از جایی که اینقدر اومدن دو رفتن دو صحبت کردن بس کردن اومدن قانون رو تغییرش دادن. حالا ادعی از فقهای سنتی ما اعتراض داشتن. ما نمونه هایی که فرق بین فقه داشت، الان ما یکی از بحث هایی که داریم اینه که ما میگیم آقا مثلا رفتن به ورزشگاه اگر شما چیزی نداره تحت مثلا شرایط اینا هیچ مشکلی نداره، ولی فقه سنتی ما باش مخالفت میکنه. حالا شما اینو تنهایی نگیرید، شما مثلا 20 سال پیش یه صحبت این بود که مثلا بیان مثلا آبرای پیاده رو خیابون آبرای پیاده رو زن و مرد تقسیم بندی بکنن، آمده بودن همین کارم میکردن، سر و صدا و اعتراض شد، این حرف قبول نشد. یا مثلا نمونه های دیگه که در رابطه با مسئله تقسیم دانشگاه ها بود، نمیدونم چیزهای دیگه بود، همه اینها از مواردی بوده که یک تفاوت نگاه بین نواندیشان دینی، فقهای نواندیش ما با نگاه فقه سنتی وجود داره. خب معلومه فقه سنتی بر اساس ظاهر همون ادله بدون تغییر مناسبات این حرف رو میزد. ولی خب مرحوم امام یک نامه ای داره به شورای نگهبان، در اون نامه میگه که آقا یه موضوعی که در گذشته وجود داشته ظاهرش هم همونه، امروز ممکن است این موضوع عوض شده باشه، شما نباید این موضوع رو همون موضوع سابق بگیرید. من نمونه شد در یه مقاله مفصل در رابطه با مسئله ازدواج گرفتم و گفتم که ازدواج امروز یک میثاق بین دختر و پسر، بین زن و مرد هست، نه اون چیزی که خریدن بزئی رو که در کتاب های فقهی گفتن که اونجا که وقتی میرسه میگه آقا من اجازه نمیدم تو از خونه من بری بیرون، من نمیدونم اجازه نمیدم. بینتون رو تنظیم کنید، ما تصویر شما رو نیمه داریم. بله بله بفرمایید. بله.
در مورد و همین ازدواج هم اتفاقا یکی از کامنت هایی که من گرفتم سوال بود که اینکه ازدواج زنان منوط به کسب اجازه از پدر یا جد پدری ایشون هست، آیا میشه این رو هم تاریخمند در نظر گرفت؟ یعنی اینکه خب الان توی این روزگار یعنی دختران دیگه اجازه پدر مادر پدر رو برای ازدواج لازم نداشته باشن؟ یکی از سوالای خب این بود. ببینید، اینجا خیلی از فقها که میگن جایزه، برخی از فقها هم که میگن جایز نیست، میگن در صورتی است که دختر رشید نباشه، در اون صورته، و الا اگر رشید باشه احتیاجی اسم پدر مادرش نداره و او با تشخیص میده، دادگاهی تشکیلات تشخیص بده که این الان در یه شرایطی است که میتواند تشخیص بدهد انتخاب خودش رو. مرحوم امام هم توی فقهشون به عنوان فتوای خودشون میگفتن به عنوان احتیاط واجب این مسئله رو مطرح میکردن، میگفتن و الا برخی از فقها دیگه میرو نمیگفتن. اما هر در هر حال با در اونجا هم یه مسئله کلی داریم در باب بحث ازدواج، که اون ازدواج اینه که اصلا ما ازدواجی رو که هنوز زن به اون شرایط آمادگی که اصطلاحا در اصطلاح قرآن بهش میگن رشد نرسیده، اصلا ازدواجش درست نمیدونه. ما کودک همسری میدونیم، ما میگیم باید حداقل سن 18 سال رو داشته باشه، مگر در یک دادگاه صالحی که با کار کارشناسی انجام میدهد با هم زمیمه با زمیمه ولی او اینا تایید کنند که این صلاحیت برای این ازدواج رو داره، یعنی فقط تنها رضایت پدر هم کفایت نمیکنه، باید از نظر روحی و روانی این باش بررسی میشه، ببینن که این صلاحیت اداره کردن زندگی و خانواده رو دارد که انتخاب کنن. این اتفاقی که الان شما در این اخیرم در قصه این قتل این خانمی که در اهواز رخ داد، خب ببینید دو تا اتفاق خیلی هست. یک زمینه های این اتفاق، خب به خاطر این که امروز دیگه اون کانون خانوادگی که قبلا گرم بود، پدر مادر حضور داشتن، اون که نظارت میکردن، این بچه در این کانون پر محبت قرار میگرفت، در اثر طلاق و جدا شدن بین مادر و پدر این متاسفانه این از دست میره. اشکال دومش اینه که این در سن که باید ازدواج کنه، چون پدر دیده که خودش که همسر مادرش نیست، خیلی خواسته اسلوبچیت کنه که دخترشو بفرسته خونه شوهر، اونم رضایت نداشته. بله مصداق کودک همسری، بله مصداق کودک همسری هست. پس میبینیم که یک مشکل اینجا اونجا اینجوری هست که اولا این دختر در شرایط روحی و روانی مناسبی زندگی نمی کرده، در کانون گرم خانواده نبوده که این به یک عقلانیتی و یک رشدی برسه که بتواند مثلا انتخاب بکنه، این که نبوده. اشکال دومش هم اینه که این اصلا در سن رشد نبوده که ازدواج کرده است. در هر حال ما اون چه که داریم صحبت میکنیم در این بخش اینه که حرف ما اینه که در مسئله حق حیات معتقد بینه که زن و مرد فرقی نیست، بین از این جهت چه در اون جایی که دیش هست چه اون جایی که در بحث قصاص هست هر فرقی نیست. منتها خب چون یه مشکلی ما تقریبا استقامتی داریم، حالا شما اینا رو که میگید، شما امروز کافیه که تو شبکه‌های اجتماعی گاهی حرفایی از برخی از روحانیون بشنوید که اصلا ما خودمون خیلی تعجب میکنیم اگر بگیم عامیانه شاخ در بیاریم، حالا مردم عادی دیگه که بماند که این دور چیز هست. خب حرفای از این حرفا گفته میشه، اما اون چیزی که مبنا و ملاک قرار میگیره قانونه. خب یکی از کاری که قانون هست اینه که باید فرهیختگان اون جمعیت های مختلف حقوقی خود خانوم ها اینا همه فعالیت کنن و اون چیزی رو که قرآن فرموده اون رو عملی کنن. این در این قسمت ما حالا فقه رو کنار بگذاریم، الان قانون ما این رو میگه، ما مشکلمون اینه که قانون هم هست، خب یعنی چون قانون از فقه ما گرفته شده، قانون قانون ما...
همین مجرمه که همین مجرم رو که حالا مشکل روانی داشته باشه، هر مشکلی داشته باشه، به هر دلیلی این قتل رو اگر انجام داده، توی دادگاه اسلامی فکر میکنم تبرئه بشه، چون که این حق رو به مرد میدن، یعنی حقی که نه این اولا از نظر حقوقی نه تان این از کجا برش جرم ثابت شده؟ بعدم مگه میتونست خودش رأسا این کار رو بکنه؟ در قانون نیومده که یک کسی اگر چیزی رو دید خودش بیاد رأسا این کار رو بکنه. حالا آقای نمیدونم آقای صافی همچی حرفی رو گفتن یا نگفتن، ولی من میدونم اینه که از نظر قانونی هم از نظر قانونی همچی به هیچ وقت به کسی اجازه نمیدن که خودش بخواد پیش قدم بشه، به خودش بخواد هم قاضی بشه و هم مجری بشه. خب از کجا معلوم که شما ثابت شد جرم برای شما؟ بله؟ و شما چه کاره؟ ماده کار شماره 600 خورده ای بود، من الان دقیق یادم نیست که این صورتی هست که فردی آمدن در خونش وارد شدن و بهش در مقابل چشمش اینا این کار کرد، تازه همون هم اشکال داره. بعد من مقاله همون هم حق حیات رو نمیتونه از اون بگیره، از اون همون هم اشکال داره، ولی این که الان اینجا گفته میشه بعد باز این مسئلهش باز یه مقدار خیلی بدتر و حادتره. درسته، خیلی ممنون استاد. سوال پرسیدن از خروج زنان به خارج از کشور با اجازه مرد، خواستن که اینو توضیح بدید. ببخشید، ببینید خروج از کشور وقتی که کسی که یه زنی همسری داره، خب از اول توی میثاق زندگی با هم دیگه قرار گذاشتن که با هم دیگه با هم هماهنگی هم دیگه زندگی کنن، درست یا نه؟ خب این دو صورت پیدا میکنه، یه وقتی هست اینه که یک ضرورت هست و یک واجب هست که اونجا هیچ کسی از فقها نگفتن که اونجا رضایت مرد شرط است. مثلا به عنوان نمونه در باب حج واجب هیچ کسی نگفته، یا حالا فرض کنید اگر یک کسی مثلا ضرورت یک شرکت در یک کنفرانس علمی هست، یک ضرورت مثلا یک بررسی علمی داره، اینجا که هیچ جای بحثی نیست. حالا میرسیم به یه سری چیزایی، مثلا میخواد بره اونجا بره بگرده، مثلا تفریح میخواد بره، یه چیز اینجوری دیگه هست، ما فرقی نمیذاره بین مرد و زن. میگیم همینجوری که مرد اگر میخواد بره خودش شخصا میخواد بره باید رضایت و هماهنگی با همسرش رو داشته باشه، برعکسش هم هست. خب زنش هم باید بالاخره هماهنگ باشن، چون با هم دیگه یه میثاق مشترکی رو با هم دیگه ریختن، باید با هم دیگه هماهنگ بشن، رضایت هم دیگه رو جلب بکنه، چون یک امر واجبی نیست، یک مصلحت اهمی نیست. حالا مثلا یه وقتی یک زنی هست مثلا در یه مسابقات ورزشی هست، حضور او ضروری است، باید بره، این فرد انتخاب شده. این مواردی داشتیم استاد که به دلیل عدم رضایت همسرشون این بر اساس همون نگاه سنتیه دیگه. خب ولی ما دیگه قانون هم جلوی اون رو میگه، حالا چه سنتی باشه چه بخواد، این قانون شکل گرفته. قانون وقتی که آمده یکی از کارهایی که حقوق دان میکنه، یکی از چیزهایی که دانشمندان علوم اجتماعی میکنن، یه مقدار کاری که خانم میکنن اینی که بتوانند قانون گذاران رو تحت تاثیر قرار بدن و این قانونهایی که مشکل زا هستن و با مبانی قرآنی سازگار نیستن اینا رو اصلاحش بکنن. این بحثیست. ما علامته تنهایی مسائل رو نداشتیم ها. خب شما مثلا فرض کن توی این 50-60 سال اخیر مثلا در رابطه با آموزش زنان، بله، یا داشتن شغل، در گذشته مگر اجازه میدادن که مردها زنها بتوانند شغل داشته باشند؟ ولی امروز خیلی طبیعیه، مثلا آقای میره خواستگاری، یه دختری میره اصلا پذیرفته شده که این شغلی داره، کارمند فلانجاست، مهندس فلانجاست، داره پذیرفته شده، به طور طبیعی میپذیرم. یا مثلا در گذشته حتی توی فقه گذشته ما اینجوری بوده که مثلا برای رفتن برای دید و بازدید بستگانش یا حتی پدر مادرش میگفتن اسم شوهرش جای لازمه، ولی الان فقهای ما آمدن این فتوا تغییر دادن، میگن نه اینا
از این چیزای جز حقوق اولیه هست. ما حرفمون دیگه اینه که ما میخوام بگیم که زن مرد هر کدام در حق اراده مستقلی دارد. ولی وقتی که جایی میرسد که ارتباط به حقوق متقابل دارن، این طبیعی است که حقوق متقابل رضایت متقابل رو فراهم میکنه. این فرقی هم نمیکنه که مثلا زن باشه یا مرد باشه. مردم اگر میخواد فرض کنید یه مسافرتی مثلا یک ماه بره 20 روزه بره و میخواد بره، خب مسلما یه مشکلاتی رو برای خانمش ایجاد میکنه، حتما باید رضایت خانمش رو تأمین بکنه و بدون رضایتش حق مسافرت کردن نداره. در این جهت فرقی نداره. از این جهت درسته. یکی از دوستان سوال پرسیدن که آیا فقه ما، نظر شما رو میخوان، آیا فقه ما رو غیر پویا و مانع پیشرفت زنان میدونید؟ ببینید در این 30-40 سال تحولات بسیاری تو توسط محققان و نواندیشان دینی تو زمینه همین فقه موجود هست. در خود این فقه ما ظرفیت تحول و اصلاح رو در خودش وجود داره. خیلی از فتاوایی که در زمینه حقوق زنان بوده ما کاملا در همین 30-40 سال اخیر دیدیم. ولی خب قهرن یکی از موانعی که برای این جهت وجود داشته که حضرت امام اصلا اصل قصه رو پیش بینی کردن به عنوان مجمع تشخیص مصلحت تعیین کردن، برای اینکه یه تعارض بود بین شورای نگهبان و دستگاه قانونگذاری. دستگاه قانونگذاری قانون رو تصویب میکرد، شورای نگهبان اون رو ردش میکرد، میامد توش تشخیص مجمع تشخیص مصلحت، اونجا بر اساس مصلحت تغییر پیدا میکرد. ما تو همین مدتی که 20-30 سال اخیر بوده، خب مباحث زیادی رو در حوزه حقوق زنان گفتیم، بحث کردیم، صحبت کردیم، زمینه اقناعش رو فراهم کردیم، تغییراتی هم به وجود اومده، نمیشه گفت که نیست. اما در فقه کنونی ما به خصوص در بخش روحانیون سنتی، این بالاخره این یک نوع مقاومتی هست و من فکر میکنم یه مقدارش هم طبیعیه. اونا دغدغه های دیگه دارن، مهندشان در یه دغدغه دیگه دارن. خب این سنت گفتگو و سنت بحث کردن، نقد کردن، وارد شدن جامعه به این مقوله ها کمک میکنه که زمینه های تحول و اصلاح رو فراهم میکنه. من شخصا معتقدم که قانون فقه ما ظرفیتشو داره، ولو هرچند که ما در بخش هایی واقعا چالش جدی با فقه موجود داریم. من کامنت ها رو باز کردم چون که فکر میکنم بعضی از دوستان نمیتونن سوال ها رو در اون باکس قرار بدن، اما باز هم تاکید میکنم که اگر دوستان سوال خودشون رو در اون باکس کوئسشن قرار بدم، من بهتر میتونم از بین کامنت ها اون رو ببینم و بخونم. یکی دیگه از دوستان این سوال رو پرسیدن که اگر مردی زن خود را مجبور به کار حرام کند و بعد اون رو هم تهدید کند، تکلیف این زن چیست؟ از نظر ما اینه که اگر خطر جانی برش نداشته باشه، مثل هر جای دیگه که ممکنه خطر داشته باشه، ولی وظیفه شرعیش اینه که نه، قبول نکنه، به هیچ وجه قبول نکنه، فرقی هم نمیکنه. به اصطلاح اگر خطر جانی باشه و مربوط به حقوق دیگران هم نباشه، چون این وقتی هست که ممکنه مثلا یک مردی زنی رو مجبور میکنه که تو برو فلان کس رو بکش، خب این نمیتونه این کار بکنه، حق نداره این کار رو بکنه، به هیچ وجه این کار جایز نیست و باید بی ایستادگی بکنه تو جمع. اما خب در ادامه صحبتشون این رو گذاشتن که گفتن اگر به اصطلاح این کار حرام رو انجام ندید، من به اصطلاح کسی دیگه ای رو در نظر میگیرم. من نخواستم با صراحتون رو مطرح کنم. خب ببینید به نظر من خب بکنه، چرا این آدم انجام بده؟ اگر واقعا چون این فعل حرام رو من نمیدونم چیه، ولی اگر این فعل حرام رو بخواد، مثلا اینکه شراب خوردم. بله مثال زدم. خب نه شراب خوردم. نه شراب نباید بخوره، نه به هیچ وجه. نه میخواد کسی دیگه بخوره، خب بخوره، حرفی نداره، هرگز ما انجام بده. بله
یکی از دوستان سوال پرسیدن استاد خیلی از صحبت هایی که فرمودید درسته و نظرات خوبی است، اما لازمه که از حکومت بخواهید تا قوانین اصلاح بشه. بله حرف کافی نیست. خب این که سوال نبود و بله خب من سوالا رو الان دیگه نمی بینم. حالا همین جا من یه توضیح بدم تا اون سوال بعدیتون بیاد. بله خواهش میکنم بفرمایید. بله این که ما از حکومت بخوام یک مسئله به عنوان مطالبه گری هست، یعنی مطالبه کردنه. دو تا مسئله هست، یکی بحث اینه که ما بتونیم به سمت گفتگو، مفاهمه، اقناع پیش بریم، چه با اون کسانی که دستن در کار هستن و چه کسانی که قانون گذار هستن. این کار رو خب ما در حوزه قم جمع قابل توجهی از نواندیشان هستند که کارشون همین هست که در این حوزه ها مطالعه میکنن، تحقیق میکنن، نقد میکنن، مقالات رو مینویسن که زمینه افکار عمومی رو برای این کار فراهم بکنه. این یک قسمت از کار هست. حالا شما مثلا فرض کنید، مثال میزنم در رابطه با همین مسئله کودک همسری که واقعا امسال آماری رو که به دلیل شرایط اقتصادی و اجتماعی افزایش پیدا کرده و اثرات بسیار منفی داشته است، خب ما این مسئله رو خب مطرحش کردیم، خب گفتیم، صحبت کردیم اینو، ولی یک بخشش مربوط به رسانه های عمومی، شبکه های اجتماعی و اون کسانی هستند که بتوانند پیگیری بکنن، به این رو درخواست بکنن. ببینید همیشه در از قدیم الایام میگفتن حق گرفتنی دادنی نیست، یعنی اینی که اگر واقعا یک حقی هست اینو باید برن درخواست کنن، مطالبه کنن. خب ببینید ما الان واقعا یک مشکل جدی که الان داریم اینه که مثلا در خیلی از خانواده ها هستن که گرفتار خشونت هستن، مردانی هستن که زنانشون رو میزنن. بله بله خب باید این خب این خب باید با این واقعا مبارزه کرد دیگه، یا برخوردهایی که داره اتفاقاتی که میفته، خب اینا رو باید باش کار کرد. همه اینها مواردی هستن، خب کسی هیچ کسی که خشونت رو تجویز نمی کنه، اما این واقعی یعنی این مشکل توی خانواده ها هست. یا همین چیزی که الان در قصه این خانمی که در اهواز رخ داد، مسئله تعصب های قومی و قبیله‌ای هست. این که به صرف این که مثلا یک فرد رو تحریک کردن، مثلا این باعث شده که مثلا این آدم این کار رو انجام بده، خب اینا یه بخشش مربوط به قانون نیست، اینا مربوط به فرهنگ سازی و یک نوع آموزش دادن و زمینه های مبارزه اجتماعی رو با این نوع کارا کردن هست که باید فراهم بشه و متاسفانه ما این جهت رو داریم. در تجربهش در کشورهای دیگه این قضیه اتفاق داشته که مثلا فرض کنید در رابطه با دفاع از حقوق، حالا چه حقوق مردا باشه چه زنا باشه چه مسائل اجتماعی باشه، فرهنگی باشه، سیاسی باشه، همه اینها یک روند فعالیت استاد صدای شما رفت. ما صدای شما رو نداریم. ببخشید استاد. فکر میکنم الان صداتون بست. بفرمایید. خب من از کجا نفهمیدم از کجا قطع شد؟ چون من کامنت ها رو باز کردم فکر میکنم که سرعت برنامه‌مون پایین میاد، سرعت نت هم پایین میاد. خب من چون باید سوال ها رو از کامنت ها بخونم مجبورم که کامنت ها باز دستگاه دیگه میکنید، با دستگاه دیگه باز کنید بخونید مثلا گوشی چیزی مثلا. من خیلی اصرار دارم که سوالاتشون رو توی باکس کوئسشن برای من بفرستن، اما خب این کارو نمیکنم و همچنان دارن کامنت میگذارن و مجبور هست بله. که کامنت ها باز باشه. بفرمایید فعلا صدای شما فعلا واضحه.
بله خب ببینید، اون نکته ای که من میخوام بگم اینه که نقش خود خانم ها در دفاع حقوقی و مستدل علمی، این خیلی میتونه کمک کنه. یک دورانی بود که ما سطح علمی و دانش خانم ها متعادل نبود در جامعه ما، ولی الحمدلله امروز ما زنان بسیار بسیار فرهیخته، تحصیل کرده، آگاه به مسائل فقه، آگاه به مسائل حقوق، آگاه به مسائل قرآن هستند و اونا زمینش فراهم هست که اونا بیان فعالیت بکنن. چنانچه امروز خب ما عده‌ای از روحانیونی هستند که مردم هستن ولی متکفل همین مسئله هستن که بخوان از حقوق زنان دفاع بکنن و این حقوق رو یک امر دینی هم میدونن، وظیفه خودشون میدونن که این مسائل رو انجام بدهن. یکی دیگه از دوستانمون پرسیدن که لطفا در مورد مسئله ارث در قرآن که ظاهرا منصفانه نیست توضیح بفرمایید. آیا قرار دادن بار مسئولیت مالی بر عهده مردان پیش از اینکه لطفی به زنان باشد به جهت عدم به دست آوردن استقلال مالی و سایر استقلالات؟ خب بقیه صحبت کردم که نیومده چون کامنت ها محدود هست. خب همون در مورد ارثی که فرمودن بخش اول صحبتشون، بله بفرمایید. مسئله ارث در قرآن که ظاهرا منصفانه نیست. بله ببینید، ما در مسئله ارث جاهای مختلفی داریم. یک جایی که داریم قرآن کریم در آیه 18 نساء میگه یا ایها الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها، یک عادتی سنتی بوده، به خصوص گاهی مرد می اومده با یه زنی ازدواج میکرده که بتونه اموالشو تصرف کنه به بله، این کار رو میکردن، از این کار رو انجام میدادن. خب قرآن کریم با این مسئله مبارزه میکنه. از اون طرف یک مسئله بوده بین زن و شوهر وجود داشته که در بین زن و شوهر خب قرآن کریم در آیه 12 میگه ولهن الربع مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد و ان کان لکم ولد فلهن الثمن. فرقی میذاره بین زن و مرد، اگر زن باشه و همسرش از بین بره، اگر بچه نداشته باشه یک چهارو میبره، ولی اگر بچه داشته باشه چون به خاطر حق بچه ها هست یک هشتو میبره. برعکسش مردها اینجوری هست که اگر بچه نداشته باشه نصف میبره، ولی اگر بچه داشته باشه یک چهارم میبرد. حالا ترکیبی که در جلسه نخستم توضیح دادم اینه که قرآن کریم این مسئله این که خانواده شکل بگیره و خانواده بماند اهمیت قائله. اون دعا سبک قرآن کریم اینجوری نیسته که فقط بخواد بیاد مثلا وعظ و نصیحت بکنه که این کار رو بکنه. یک بستاهایی رو هم، بستاهای تشویقی رو هم برای این کار فراهم میکنه. یکی از اون بستاهای تشویقی که برای این کار هست مسئله نقش حمایتی مرد در خانواده هست و در زندگی هست. این بسته حمایتی یک اولش اینه که در اینجا میگه که این مرد است که باید به سراغ زن بره و مرد است که باید در برابر این که او رضایت میدهد که همسرش باشه یک صداق یا مهر. صداق از هم معنی صداق که بهش میگن، یعنی یک علامت صداقت، راستی، یعنی این که ثابت بکند که واقعا میخواد با این زن وفادار بماند، باید در برابر این لازمه نشان بدهد وفاداری خودش رو. اینه که یک چیزی، حالا تعیین هم نشده که چی باشه، حالا امروز
ما تو سنت ما سکه میدن، خونه میدن، نمیدونم تو چیزا میدن، ولی در گذشته اینجوری هم نبوده، چیزای مختلف میدادن، حتی گاهی آموزش دادن، یه چیز این جزئی بوده، ولی در کل میخواسته برای اینکه وفاداری خودش رو به خانواده و به همسر نشون بده، در برابر اون یک مهری رو تعیین میکرد و از مسئولیت دفاع از او رو هم به عهده میگرفته. کار دیگری که به مرد گفته میشود برای این کار، باز در راستای هم مسئله بقای خانواده و حمایت از خانواده و این که به زن فشار نیاد، چون زن بالاخره یک نوع محدودیت هایی داره، به خصوص وقتی که حامله هست، وقتی که بچه شیر میده، وقتی که در حالت محدودیت هست داره، اینه که نفقه او رو هم بده. خب وقتی که اون نوع نقش حمایتی رو میخواد ایفا بکنه، نقش صداقتی رو میخواد ایفا بکنه و میخواد مهر بده، یعنی مهر دوستی خودش رو ثابت بکنه و در برابرش بیاد از او حمایت کند و در این نفقه او رو بده، زندگیش رو اداره بکنه، خب قرآن کریم یک چیز پیش بینی کرده، گفته در برابر یک چنین کاری او همینطوری که مسئولیتی که بیشتری داره، قرآن میگه که یوصیکم الله فی اولادکم، من توصیه میکنم به شما این که به جایی که این کار هست این سهم را اینجوری انجام بده. خب این توصیه رو میکنه، اما در این حالی که هم یک چنین توصیه‌ای رو میکنه، از اون طرف برای اون کسی که این مال رو در اختیار دارد یک ظرفیتی رو برای این که بتواند فراتر از اون حدی رو که تعیین شده بدهد، یک سوم رو برای خود اون فرد میذاره که اون یک سوم رو بتواند مثلا برای دختراش بده، برای همسرش بده، یعنی از یک سوم از مالش یک چنین کاری رو انجام بده. این البته مربوط به ارث، ولا در رابطه با مسئله بخشیدن در زمان حیات هیچ محدودیتی نداره، بین زن و مرد میتواند در حیات خودش اموال خودش رو تقسیم بکنه، به صورت مساوی هم تقسیم، انتخاب خودش هم هست، هیچ کسی، هیچ فقیهی و هیچ دلیلی برای این کار هم تعیین نکردن. استاد ببخشید، نقش حمایتی که شما فرمودید آیا با استقلال زن و با اون آزادی زن مخالفت نمیکنه؟ یعنی مخالف آزادی زن نیست؟ نه دیگه، چه مخالفتی هست؟ کجاش مخالفته؟ یعنی شما این که بعضی از اون قوامیتی که وجود داره، یعنی اون اصل قوامیت رو ما اگر بتونیم اونو حلش کنیم، این که زن بر مرد بر زن قوامیت داره و دلیلش چی هست، این دلیل رو اگر اون دلیل رفع بشه این قوامیت هم آیا برطرف میشه یا نه، اینو اگر بتونیم حل کنیم شاید این مسائل هم حل بشه. چون من این رو اولا معنای قوامیت رو باید یک توضیح بدیم که معنای قوامیت یعنی چیه. قوام یک شی یعنی مسئولیت یک شی بر یک چیز، مدیریت. بله، خب اگه این مدیریت برعکس بشه، مدیریت اگر وقتی واقعا در عمل در اون دو تا چیزی که به ما گفته، به ما فضل الله بحث هم علا بحث و به ما انفقو، اگر تغییر بکنه، مثل کسانی مثل آقای علامه فضل الله در تفسیر من وحی القرآن میگه این تابع علت خودش. اما حالا من فرض کنید حتی اگر یه کسی همچی علتی رو هم نگیره، ببینید من الان یه مثال بذارم، مثال میزنم در یک اداره، درسته یا نه؟ در یه اداره وقتی که یک مدیر رو میذارن، مدیر رو برای چی میذارن در یک اداره؟ برای که یک نظم و هماهنگی باشه. ممکن است 5 تا اداره بخش باشه و هر کدوم مسئولیت کاری داشته باشن، اما اون مسئول بالا رو که میذارن چی؟ برای اینه که این هماهنگی رو انجام بده.
معناش زورگویی نیست، معناش سلب اراده افراد پرسنل یکایی که اون افرادی که در اون اداره زندگی میکنن در اون تشکیلات کار میکنن نیست. معناش اینه که وقتی که داره کارش انجام میده میخواد اینه که یک نوع هماهنگی بکنه، نظمی رو ایجاد بکنه، جلوی به هم ریختگی رو بگیره، فقط صرفا اینه. اما هیچ معناش این نیست که اگر یک کسی اراده ای داره و برنامه ای داره و حقی داره از مثلا این نتونه این کار رو انجام بده. قرآن کریم هم اینجا که میگه الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا، میخواد بهت بگی که مرد در زندگی خانوادگیش بالاخره دو حالت بیشتر، سه تا حالت بیشتر بیشتر نداریم، یا اینه که مدیر مرد باشد، یا این که باید مدیر زن باشه، یا این که اصلا مدیری نداشته باشیم. خب این که مدیر نداشته باشیم مثل گاهی تعارضایی که تو خانواده پیش میاد که پدر یه چیزی به بچه میگه، مادر یه چیزی میگه، این دوگانگی باعث به هم ریختگی تربیت بچه میشه. ببخشید استاد، دیدین دیگه در ادامه آیه همونطور که خودتون هم فرمودید میگه که فضل الله بعضکم علی بعض، یعنی که اگر علت و سبب اصلی این قوامیت رو ما بخوایم فضل بگیریم، یک برتری بگیریم اون فضل رو، حالا اگر این فضل رو زن داشت آیا میتونیم بگیم النساء قوامون علی الرجال؟ جا قرآن هم نمیگه که به ما فضل الله بعضهم علی بعض، این نه ضمیر مؤنث هر دوتاش مذکر، میخواد بگه تو مناسبات اجتماعی توانایی های جامعه با هم دیگه یکسان نیست. به طور طبیعی و معمول در خانواده ها اینجوری که مرد به دلایل شرایط وضعیتی که داره تو خانواده میتونه این تواناییش بیشتر باشه، اما گاهی هم نیست. حالا گفته شده است که اگر این تواناییش بیشتره و قدرت بازدارندگی و نگهداریش و صیانت و کیانتش بیشتره، این فرد چکار میکنه؟ این فرد مسئولیت اداره خانواده رو به عهده میگیره. اما معنیش این نیست که خودش رأساً این کار رو میکنه و میخواد زورگویی بکنه و هر چیزی که خودش تصمیم گرفت بخواد با زور و جبر بر دیگران تحمیل بکنه. نه، حتما باید در اینجور موارد با مشورت کردن. قرآن کریم در یک آیه در سوره بقره یه مثالی میزنه که خیلی مثال عجیب غریبیه، اون بحث شیر دادنه. شیر دادنه که حالا زن میگه که من نمیخوام بچه رو شیر بدم یا ندارم شرایط آمادگی برای شیر دادن ندارم، قرآن کریم به صراحت میگه که اینجا مشورت کند با همسرش که خب به چه کسی شیر بدم و چه طور شیر بدم. فقط در یه مسئله ساده ای که مثل شیر دادنه، حالی قرآن کریم که فقط این مسئله که نیست، ده ها مسئله هست توی زندگی. میخوان خونه بخرن، میخوان ماشین بخرن، میخوان مسافرت برن، ده ها مسئله دارن که وقتی که میخوان انتخاب بکنن مسلماً بدون رضایت و بدون هماهنگی اتفاق نمیفته. چنانچه که الان امروز در اکثر خانواده ها به یک جایی رسیدن که مرد وقتی که میخواد کاری رو انجام بده مشورت میکنه و اتفاقاً گاهی برعکسش هست، یعنی گاهی هست که این زن است که گاهی تحمیل میکنه و گاهی هست که مثلا فرمان میده و مرد هم مجبوره که برای که اختلاف نباشه و مشکلی ایجاد نشه گوش بده این کار رو انجام. بله استاد گرامی، ما حدود 5 دقیقه وقت داریم، اگر صحبت های پایانی دارید، جنبندی دارید در این 3 جلسه ما در خدمت شما هستیم که یک جنبندی داشته باشیم. من اون بحث تساوی رو که مطرح کردم، شاید اون چیزی که در پایه اولیه به عنوان حقوق عامه میخواستم مطرح کنم
اون ظرفیت ها و قابلیت هایی است که انسان ها چه زن باشن و چه مرد باشن رو میخواستم روش تکیه بکنم. یکی از چیزهای قابلیت هایی که مرد و زن دارن اون هست که بتوانن در جامعه یک نقش هماهنگ و مساوی ایفا بکنن. حالا این تساوی یکیش امکان این که فرصت هایی باشه که بتوانند اینها در اداره جامعه از رهبری، از سیاست جمهوری، از وزیر شدن، مدیر شدن، اینها فرصت های برابر لازم دارن و از اون حقوق عامه ای هست که عرض کرد. نمونه دیگری که هست در رابطه با مسئله اونجایی که بحث داریم، بحث قضاوت. قرآن کریم باز در وقتی که آیاتی که در باب قضاوت آمده هیچ فرقی بین زن و مرد نگذاشته، نگفته که این حق مال مرد ها زنا نمیشه. و این نکته رو میخوام وقتی که من دارم روی قرآن تکیه میکنم اینه که قرآن اگر میخواست میتونست بیاد بگه که همینجور که در باب ارث آمده گفته، باید در جای دیگه میاد میامد میگفت که مثلا بله نه زنان نمیتونن قاضی بشن، نه زنان نمیتونن فرض کنید مدیر بشن، نه زنان نمیتونن فرصت های برابر علمی و آموزشی داشته باشن، نه همه اینها رو فرقی نگفته، فرقی نداره. اینه که قرآن تعمدن چیزی رو نگفته است با اینکه میتونسته بگه، خودش دلیل بر این هسته که از نظر وحی نه. خب ممکنه یه کسی از سوال بکنه بگه خب پس این چیزی که تو روایات گفته شده چی هستن؟ تو روایات هستن. بله. خب ما یک مسئله‌ای که داریم اینه که این روایاتی که آمدن هیچ کدومشون در مقام تخصیص زدن قرآن نبودن. یعنی هیچ جا نداریم که مثلا پیامبر فرموده باشه یا امام فرموده باشه که اون حکم کلی رو من دارم تخصیص میزنم. چیزی به عنوان این فقها ها برداشت کردن که معنا و مفهومش اینجوری بوده. و البته خب شما میدونید که مثلا فرض کنید مرحوم مقدس اردبیلی به مناسبت بحث قضاوت میگه که این اجماعی که گفتن این اجماعش خیلی چیزی نداره، ارزشی نداره. خب فقیه هم فقهایی بودن آمدن برداشت کردن اما این نبوده. اما اون روایاتی رو که در برخی از جاها هست و ما روش حرف داریم، مثل بحث قصاص، بحث دیه، بحث همین قضاوت، اینایی که اینجا داریم و حرفش میزنیم، اینا میگیم که این مطالب نگاه تاریخی هستن، یعنی مناسبات و شرایط اونجا بودن و شرایط دیگه نبودن. خب ما الان امروز خیلی چیزا هست که شرایط گذشته بوده و الان دیگه حرف نمیگیم. مثلا ما چطور الان صحبت از برده داری نمیکنیم؟ ولی در حالی که بوده در جهان همش بردهداری بوده، تنها جهان اسلام هم نبوده، خیلی جای دیگه هم این نظام بردهداری بوده. ولی امروز مناسباتی اصلا اجازه نمیدهد که یک چنین بردهداری اتفاق بیفته. یا حتی ما یه سری چیزایی رو داریم که تو همین 30-40 سال اخیر ما شاهدش هستیم و ناظر به این اتفاقات هستیم. خب مثلا در 50 سال پیش ما خودم یادم میاد اینه که در مدارس وقتی که معلمین در مقابلش شاگرد قرار می گرفتن، تنبیه کردن یک کار خیلی معمولی بوده که این کار رو می کردن. حالا امروز مناسبات جامعه عوض شده و تغییر پیدا کرده و کسی نمیتونه بیاد بگه آها اون روایاتی که میگه که شما تنبیه کنید و بزنید مثلا این همچی چیزی هست. نه، عوض شده، جامعه عوض شده. وقتی که جامعه عوض شده تغییر پیدا کرده، پس ما تو حتی زمینه‌های اجتماعی که جامعه داره تغییرات ایجاد شده. مثلا 20 سال پیش 30 سال پیش اگر توی مهمانی بود یه ظرف لیوان رو می‌ذاشتن اونجا، از این یه لیوان رو همه از اون آب استفاده می‌کردن و آب می‌خوردن. ولی الان شما اگه تو سفره برای بچه 3 ساله هم اگر لیوان مشترک بذارید بگید که این لیوان مثلا کس دیگه هم خورده، حاضر نیست این کار رو انجام بده. چرا؟ چون این مناسبات عوض شده است. حرفی که ما داریم اینه که اون چیزی که قرآن میگه حکم کلیست، آن چیزی که تو روایات گفته میشود
اگر این مناسبات تغییر پیدا کرد، این دیگر اینا نمیشود به حساب دین گذاشت، میشود به نگاه تاریخی و اون شرایط خاص گذاشت. بسیار ممنون. این حرف کلیست که در این جهت داریم. البته اگر انشاءالله باز فرصتی باشه، من در این مقاله رو که نوشتم انشاءالله منتشرش میکنم. خیلی متشکرم از شما استاد گرامی از اینکه وقت ارزشمندتون رو به ما دادین و ممنون. تشریف آوردین و این گفتگو رو شکل دادین. امیدوار هستیم که قانون ما هم یک بازنگری درش بشه و منصفانه تر و این تبعیض ها این مطالبه گری پیگیری کردن کار حضور خانم ها اینا همه زمین هاش رو فراهم میکنه برای اینکه هم حضور خانم ها و هم فقها از همون انجام بشه. بله بله بسیار. و من خوشبین هستم، خواهش میکنم. خیلی ممنون شما، متشکرم. خواهش میکنم، متشکرم. خواهش میکنم. خیلی ممنون و متشکرم.